بینندگان گرامی، درود بر شما. رضا گوهرزاد هستم و با کارگردانی فنی رامین برزگر برنامه پویش را به شما پیشکش میکنم. مانند همیشه در خانه هستم و از خانه با سکایپ با شما در تماس هستم. به این ترتیب پوزش من را برای هر مشکلی که ممکن است از نظر تصویری، نگاه به دوربین و مسائل دیگر پیش بیاید پیشاپیش ببخشید. جای این داره که پیش از آغاز برنامه از دوستان خودمون در وبسایت ایران امروز سپاسگزاری کنم که در این روند ماه گذشته تمام برنامه‌هایی که به وسیله چالش و یا پویش من در زمینه انتخابات پی در پی هر هفته اجرا کردم رو بر روی تارنما گذاشتن تا بتونه شماره بیشتری از کسانی که به این مسئله علاقمند هستن ببینن اون رو. بار دیگر از اونها سپاسگزاری میکنم و اجازه بدید که به یک مسئله در همین زمینه بپردازیم و گفتگو رو آغاز خواهیم کرد. میهمانان برنامه امروز آقای احمد پورمندی از دوستان گرامی و یک جمهوری خواه سوسیال دموکرات هستم. من این رو مشخص کنم برای اینکه این دوستان این روزا میپرسن کی چی کار است. آقای رضا علوی هم که از دوستان ما در همبستگی جمهوری خواهان ایران هستن و به این ترتیب دو جمهوری خواه رو داریم. من این جمهوری خواه رو باید همیشه وقتی در آمریکا برنامه اجرا می‌کنیم با یه پرانتز بگم، جمهوری خواه به مفهوم این که برای ایران جمهوری می‌خوان، نه جمهوری خواه به مفهوم آمریکایی ریپابلیکن پارتیش، نه نیست. خب درود بر شما جناب پورمندی و درود بر شما جناب علوی. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای علوی، شما و بینندگان ارجمند و با امید اینکه گفتگوی مفیدی داشته باشیم. درود بر شما جناب پورمندی و درود بر آقای گوهرزاد و سلام به بینندگان گرامی و با آرزوی اینکه بتوانیم این برنامه سودمند باشه. خواهش. خب می رویم به سوی اینکه بالاترین تحریم یا نب انتخابات در این دوره از انتخابات به وجود اومده. شکلهای مختلف تحریم انتخابات، به انتخابات من رأی نمیدهم، همه اینها از سوی کنشگران اجتماعی، سازمانهای سیاسی، روزنامه‌نگاران، تحلیلگران، همه در این تارنماها به نمایش گذاشته شده و اعلام شده. علت این که من به این اشاره میکنم در آغاز این هستش که بسیاری در این یکی دو هفته میپرسن در کجا نوشته شده بود که مثلا 400 نفر از دانشگاهیان امضا کردن، شماها چرا امضا نکردین؟ گروه های مختلف، آدم های مختلف و رابطه هایی که با یکدیگر دارند این بیانیه ها رو امضا می کنند. مفهوم امضا کردن یکی نزدیک بودن به کسانی است که اون رو در تهیه کردن و می گردانند. بعد آخرین کاری که منتشر شده این است که 200 نفر با عنوان رأی نمی دهم انتخابات رو تحریم کردن و پیشنهاد میکنن که رأی ندهیم. خب برویم به سوی دوستان مهمان. از آقای احمد پورمندی آغاز میکنم که در این مدت دست کم یک ماهی که مسئله انتخابات بیشتر و بیشتر تر شده با مقاله های تحلیلیشون در تارنماها به ویژه همین تارنمای ایران امروز که من اشاره کردم، مسائل ویژه‌ای رو که هر روز یا هر هفته به این انتخابات افزوده میشه و ما رو به منظری دیگر میبره ترک کردن و همواره با یک پرسش است. آخرین پرسش ایشون این است: در بالا چه خبر است؟ خب آقای پورمندی، واقعا در بالا چه خبر است؟ چگونه است که یه دفعه شورای نگهبان میاد و لیست 7 نفره اعلام میکنه؟ در لیست 7 نفره خب همه میبینیم که چه میشه. شما به نظرتون شما چه سناریویی داره در جمهوری اسلامی پیش میره یا در آشپزخانه سیاسی جمهوری اسلامی چه چیزی داره پخته میشه؟ من در یه صحبتی که پریشب با دوست عزیزمون آقای اعتمادی در همین برنامه تلویزیون اندیشه داشتم
بخشی از این صحبت‌ها رو کردم، فقط الان فشرده‌ای از اون رو به عنوان آغاز صحبت مطرح می‌کنم. حکومت جمهوری اسلامی وقتی بر سر کار اومد، اون نظریه پرداز سیاسی این حکومت جمعیت مؤتلفه بود که میراثداران نواب صفوی و فدایان اسلام بودند و یک ائتلاف گسترده ای میان روحانیت و تجار بازار و عناصر حاشیه بازار به وجود آوردن و یک نظریه حزب مقلد رو مطرح کردن به عنوان تنها حزب مقلد در ایران و تئوری تقلید رو وارد در حوزه سیاست کردن و این مؤتلفه با این ویژگی ها در واقع یک صندوقی شد که درش سه عنصر با همدیگه امتزاج پیدا کردن. عنصر اول کاسبکاری بازاری که یک فرهنگ بسیار کوتهبین هست که از سرمایه درکی بسیار محدود داره، سرمایه محیط زیستی رو اصلا نمیشناسه، سرمایه اجتماعی رو اصلا نمیدونه چیه و برای سرمایه همون وسیله خرید و فروش روزمره در بازاره. درکی بسیار ابتدایی و بدوی از همه مقولات از جمله سرمایه داره و این فرهنگ رو آقای موسوی در اون صحبتشون کلمه درست کاسبکارانه رو به کار برد به عنوان حکومتی که به جای سیاست ورزی مشغول بالا پایی کردن قیمت هاست. عنصر دیگه ای که وارد این کاسه شد عوام فریبی و حق بازی روحانیون بود که در ذیل کلاه شرعی درست کردن برای انواع اقسام تجارت های غیر مولد و نادرست این نقش رو داشتن و در ابعاد اجتماعی وظیفه تحمیق توده های مردم رو بر عهده داشتن. عنصر سومی که وارد این صندوق شد چماق عناصری بود که در هیئت ها و در اون دستجات محرم در پشت سر حاج آقای بازار و روحانی محله علم و کتل رو بلند میکردن و همشون پیشینه لومپنی داشتن و بعد از انقلاب پیوستن در کمیته ها ماشاءالله قصاب ها و بقیه و محسن رضایی ها و همه اینها از این قماش آدم ها بودن که به نوعی خیلی هاشون در این مؤتلفه مشارکت داشتن. از اون زمان تا امروز تمام تحولاتی که در هسته سخت قدرت اتفاق افتاد شبیه این است که یک قده سرطانی در سال 57 وارد ساختار این کشور شد و این قده در این 40 سال بزرگ و بزرگ و بزرگتر شد تا رسید به امروز با تحولاتی که داشته. در شرایط فعلی در قسمت حکومت طبعا این تبدیل شده به یه ائتلافی از امنیتی ها و سرداران سپاه روحانیت و ملتی میلیاردرهای راندخار. اینها هسته سخت قدرت رو تشکیل میدن. از همون روز اول انقلاب یک مؤتلف اینها داشتن تحت عنوان روشنفکران دینی، بعضی هاشون مثل آقای بازرگان اینا خیلی زود از قطار پیاده شدن، بعضی مثل آقای موسوی مدتی طول کشید تا پیاده بشن، بعضیشون هنوز در قطار حکومت هستن و اینها هم به عنوان چرخ پنجم به دلیل نیازی که اون هسته سخت به کادر برای اداره مملکت داشت و خودش هم چه کادری اصلا نداشت، اصلا مملکت داری بلد نبود، اینها رو ازشون استفاده میکرد ولی هرگز اجازه نداد که به مرکز تصمیم گیری نزدیک بشن و این مؤتلفا هم تا امروز بودن. الان در صحنه‌ای که ما هستیم به دلیل تعمیق و گسترش تضاد بین حکومت و مردم در نتیجه همه ندانمکاری ها، سیاست های ضد ملی و سیاست خارجی خانمان برانداز، این تضاد به شدت و حدت بسیار بالایی رسیده و یک شکاف عظیمی بین حکومت و مردم به وجود اومده و اون قیچی که از انقلاب بهمن تا حالا باز و باز و بازتر شد تا رسید به این نقطه که مردم این حکومت رو در اکثریت بزرگشون دیگه نمیخوان. باستا به این تضاد در درون حکومت و در اصلاح طلبان اوجگیری تضادهای درونی اونها بود. در درون حکومت یک گرایش
اصولگرای معتدل از نوع آقای لاریجانی و خب جناب پورمندی اگر ممکنه آقای پورمندی اگر ممکنه اینو نگه داریم برخواهیم گشت به این تحلیل شما و اجازه بدین با آقای علوی هم صحبت کنیم برمیگردیم به این تحلیل شما اتفاقا این خیلی جای باز کردن و گسترش داره آقای علوی گرامی آقای خامنه‌ای هم آمد و مهر تأیید خودش رو بر نظری که شورای نگهبان داده بود زد یعنی در این نگاهی که خامنه‌ای انجام داد در این هفته آمد و نکاتی رو مطرح کرد یکی این که تشویق کرد کسایی که به رد صلاحیتشون اعتراض نکردن و در اصل به کسایی که ممکن است اعتراض بکنن انگشت هشدار رو نشان داد و با این تأییدی که کرد به یه نوعی گفت که یعنی مهندس انتخابات از نوع نوینش از سوی ایشون پذیرفته است من میخوام تحلیل شما رو اگر ممکن است روی مسئله آقای خامنه‌ای به ویژه در اون نکته‌ای که پرسش هست مسئله ابراهیم رئیسی و سیاست خارجی است برای اینکه آقای خامنه‌ای اومد گفت سیاست خارجی برای ما اهمیت نداره چرا این رو داره مطرح میکنه در خدمت شما هست به باور من بعد از حادثه آبان 98 هسته سخت قدرت اومده و راجع به مسئله انتخابات یک تصمیم جدی گرفته یعنی در سمت و سوی یک دست کردن قدرت حرکت میکنه و اونم بر پایه تجربیات ناگواری هستش که ولی فقیه داره ولی فقیه تا کنون از زمان زعامتش چندین بار نه بزرگ شنیده اولین نه بزرگو در 2 خرداد 1376 شنید بعد از اینکه فرد مورد نظرش رئیس جمهور نشد دومین نه بزرگو در خیزش سبز 88 شنید که به اصطلاح مارش عظیم ایرانیان به دنبال رأی منکوب بودش و بعد آبان 90 دی 96 و آبان 98 بنابراین حکومت با اون هسته سخت قدرت به رهبری علی خامنه‌ای بر این پایه تصمیم گیری کرده که چگونه میتونه اون تضادهایی که بین خودی های ناخودی وقتی میگم خودی های ناخودی یعنی خاتمی ها یعنی احمدی نژادی ها یعنی هاشمی رفسنجانی و روحانی حتی و اخیراً هم علی لاریجانی چگونه میشه ایناها رو از معرکه قدرت به دور نگه دارن تا اینکه گرفتاری هایی که با رؤسای جمهوری پیشین داشته نداشته باشه البته ریشه اصلی این مرافعات برمیگرده به ساختار قدرت یعنی مرافعه بین ولایت از یک سو و جمهوریت از نوع شکلی که آقایان تدوین کردن و خب نشون داد امروزه که دیگه ما چیزی به نام جمهوریت نداریم و همان اون حکومته بنابراین شاید بهترین واژه‌ای که ضرورت داره نیروهای سیاسی به کار ببرن حکومت اسلامی هست نه جمهوری اسلامی و واژه مقدس و جمهوری رو بدین شکل ناپاک کردن امر نادرسته بنابراین این بلوک قدرت یا هسته سخت قدرت به قول آقای پورمندی مدتی هستش که یک سری تصمیمات کلانی رو در رابطه با ساختار سیاسی کشور و نهادهای انتخاباتی گرفته برای اساس هستش که به دنبال این هست که چگونه میتونه از کشمکش های بین بالایی ها رها بشه چگونه میتونه با بحران ها و اعتراضات مردم مهار بکنه چگونه میتونه در مقابل فشارهای بین الملل مقاومت بکنه و در واقع یک چنین توهمی برای امثال وزیران امور خارجه آینده پیش نیاد که اونها سیاست رو تعیین میکنن همونطوری که به شکل آشکار علی خامنه‌ای مطرح کرد که سیاست و استراتژی رو ما تعیین میکنیم و شما فقط کارگزار هستید در نتیجه به دنبال یک سری کارگزاران مناسب میگرده بنابراین روی این مسئله تمام تلاش علی خامنه‌ای همونطور که در اسفند 98 آمد
و مجلس رو تبدیل کرد از طریق اهرم شورای نگهبان به مجلسی که تشکیل بشه از راستای افراطی و از نیروهای سردار سپاهیان، داره تلاش میکنه که انتخابات ریاست جمهوری آینده حتی افراد اصولگرای میانه همچون علی لاریجانی هم حضور پیدا نکنند و مناسب ترین فرد براش سید ابراهیم رئیسی هستش. بنابراین این برنامه رو چیزی نیستش که تصور کنیم از هفته پیش ریخته شده، و اگر کمی به مسائل سیاست ایران ما توجه بکنیم، تقریبا آشکار بود که آقای علی خامنه‌ای از سیاست و شورای نگهبان حمایت میکنه. چرا؟ چون به باور من احتمالاً این شکل از دستوری بوده که از سوی بیت به شورای نگهبان ابلاغ شده و شورای نگهبان مطیع اوامر ولی فقیه و مفتی اعظمشون بودن. روی این مسئله بریم برگردیم، چون من نمیخوام مسئله رو از دست بدیم. بازگردیم به سوی آقای پورمندی. آقای پورمندی، شما در بحث خودتون در بخش پیشین که من تقاضا کردم که متوقف به علی لاریجانی و این بخش از حکومت در بالا و این اختلافی که بین اینها افتاده اشاره کردین. اگر حالا نگاه میکنیم، یعنی همه فکر میکردن که در این انتخابات دست کم علی لاریجانی حذف نشه، و خب یه معنایی هم داشت. علی لاریجانی تلاش این بود که شاید شبیه رفسنجانی یک بخش میانه رو بگیره و نمانند روحانی، بلکه به هر حال یه شکلی هم به رهبری نزدیک باشه هم مدیر و مدبر باشه، ولی دیدیم که این اتفاق نیفتاد. برادرش هم که آقای صادق لاریجانی مدتی بود مغضوب شده و کنار گذاشته شده بود و هنوز البته در شورای نگهبان بود، در این روزها اعتراض خودش کرده. برویم پیش و شما تحلیلتون رو از این تقسیم بندی و فاصله ای که بین بالایی ها افتاده و داشتین اشاره میفرمودین بشنویم. در خدمت شما هستم. من ممنونم از آقای علوی که بخش زیادی از صحبتهایی که در ادامه صحبت هم مخصوصا بکنم و کردم معاف شدم از اون. در این بزنگه هایی که ایشون اشاره کردن، در واقع مردم به حکومت یک شانس دادن برای بازگشت به یک مسیری که مردم میخوان، چه در 76 چه در جنبش سبز، چه حتی در 92 96 با انتخاب روحانی، این شانس رو به حکومت دادن که سیاست خودش اصلاح بکنه و بیاد در مسیری که حداقل یک توسعه اقتصادی نیم بند متحقق بشه. ولی متاسفانه آقای خامنه‌ای همه این شانس ها رو سوزوند و در این آخرین بازی که در این پوکر سیاسی انجام داد، در واقع نشون داد که قصدش اینه که راهی رو که تا امروز در این 37-8 سال اومده، یا به عبارت 33 سالی که حکومت میکنه و یا کل جمهوری اسلامی 41 سال، ادامه بده. و ادامه این راه یعنی رادیکالتر شدن، یعنی کوچکتر کردن پایه حکومت، یعنی اتکا به افراطی ترین نیروهای درون بیت و درون سپاه، و این یک تصمیم بسیار تأسف آوری برای نظام جمهوری اسلامی است که هم مسئله جانشینی رو با بحران جدی رو برو میکنه و هم فردای بعد از انتخابات ریاست جمهوری رو و برای ناظرانی که اوضاع ایران رو میشناسن و از بحران چند وجهی و بسیار عمیقی که از محیط زیست تا اقتصاد تا سیاست تا فرهنگ و تا شؤونات فردی جامعه رو در خود در نوردیده، با این بحران آشنان میدونن که این حرکت خامنه‌ای فقط یک لجبازیه، یک سیاستمدار ورشکسته هست که به رغم همه توسعه ها راهی رو که تا امروز اومده بود باز هم حاضر نشد تصحیح بکنه، و گزینش یک فرد کم سواد، گوش به فرمان، بد سابقه و برای آن چه خوبان همه دارن آقای رئیسی یک جا دارد، گزینش همچه آدمی و بعد یک چینشی به این شکل توهین‌آمیز، طوری که حتی آدمی مثل شما اشاره کردید، آدمی مثل صادق لاریجانی هم دادش در اومده، خب به این شکل تحمیل یه آدمی، اون هم به جامعه ای که درصد باسوادانش بسیار بالاست. ما در یک شرایطی زندگی میکنیم که این فضای مجازی تمام
محدودیت ها رو از جلوی پا برداشته، مردم به طور روزمره در جریان مسائل هستند، تربیت سیاسی مردم ادامه داره، کشور ما کشور به لحاظ رشد صنعتی مجموعاً کشور عقب مانده ای نیست. در یک چنین فضایی شما بخواید بیاین در سال 41 حکومت خودتون، حکومت جمهوری اسلامی، برگردین به نقطه‌ای که یک آدمی رو به این شکل بخواید به جامعه تحمیل بکنید، جز تشدید بحران راه دیگه‌ای نخواهد بود در درون حکومت. در درون اصلاح طلبها هم اگر لازم بشه در بخش بعدی من صحبت خواهم کرد که این انتخابات چه تأثیراتی رو بر جا خواهد گذاشت و چه پیشنهادی رو میشه به اصلاح طلبان داد و همینطور در جمهوری خواهان چه وظایفی رو در پیش پای ما میگذاره، که ما در واقع از نظر من کار انتخابات تمام هست. ما گفتیم شرکت نمی کنیم، رأی نمی دهیم، این رأی نمی دهیم ما ممکنه دو هفته دیگه هم تبلیغات بکنیم و تمام میشه. مهم امروز برای نیروی سیاسی این است که پس از انتخابات چه و چه کارهایی میشه از الان کرد یا چه کارهایی میشه تدارک دید برای جامعه‌ای که به شدت در بحران‌ها غرق‌تر خواهد شد. راه حلی که خامنه‌ای در پیش گرفته راه حل نیست، راه بردن کشور به فروپاشی است. سپاسگزارم جناب پورمندی، شما به نکته بسیار پر اهمیتی اشاره کردین که در همین یکی دو ماه آینده با آن روبرو خواهیم بود. من حالا در تا جایی که ممکن است در برنامه اشاره خواهم کرد. در بخش بعدی هم از آقای پورمندی من راستش یک مقاله‌ای که از ایشون خوندم، یک تقسیم بندی خیلی خوبی نسبت به این سناریوهای موجود کرده بود و دلم میخواد خیلی کوتاه به اون اشاره بکنه. آقای پورمندی، پیش از اینکه با آقای علوی برسم، مایل هستم که شما از اون چهار سناریویی که نگاه کردین، دو سناریویی رو که به قضیه رهبری مربوط است رو بهش اشاره کنین، چون میخوام برم سر قضیه رهبری و با آقای علوی در زمینه رهبری و این مسئله آقای رئیسی صحبت کنم. شما در اون مقالتون چهار سناریو رو اعلام میکنیم. به باور من البته دو سناریو اصلی است و اون دو سناریو این استش که انتخابات ریاست جمهوری و امنیتی و نظامی ها و آینده رهبری و کدومش داره پیش میره. در خدمت شما هستیم، این رو هم کوتاه بفرمایید تا بروید. ببینید الان با این صحبت هایی که آقای خامنه‌ای کرد دیگه تقریبا همه چی روشن شده. بیت یک ساختاری داره شبیه ساختار مثلا کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی در اون دوران بحران و سرسپردگی همه دبیر کل، یا مثلا حالا بگیم احزاب دیگه‌ای که توتالیتر هم و از درون پوکیدن. در این مجموعه خب نمایندگان روحانیون، نمایندگان سرمایه‌داران بزرگ، تجار، نمایندگان گرایشات مختلف سپاه و از همه مهمتر نمایندگان دستگاه امنیتی حضور دارن به عنوان مجموعه بیت. حالا بعضیا میگن 15000 تا کارمند و پرسنل هم این بیت داره، یعنی دربار بسیار بزرگی، حکومت در حکومت یا به یک حکومت بر حکومت، ولی به هر حال در اونجا یک مکانیزم تصمیم گیری وجود داره. یعنی شخص خامنه ای اصلا در توانش نیست تنهایی تصمیم بگیره. خب به هر حال باید گزارشاتی بهش برسه، بولتن خونه از مقامات امنیتی، هر روز براش بولتن میاد. بخش بزرگی از مکانیزم آماده سازی تصمیمات از جمله به وسیله این بولتن‌ها انجام میگیره که اونو به تصمیم میرسونن. همونطوری که صادق لاریجانی گفته که فقهای شورای نگهبان رو امنیتی‌ها به تصمیم دلخواه خودشون میرسونن، چه از طریق فشار، چه از طریق تطمیع و چه از طریق دادن اطلاعات، و اونها رو کانالیزه میکنن به سمت یک تصمیم. در بیت هم به نظر من همچین مکانیزمی وجود داره. در گذشته اینطوری بوده که مثلا میگفتن فلانی رفته از آقای خمینی خط گرفته، دستخط گرفته. اگه یادتون باشه موقعی که بحث بود و آقای منتظری نقل قولی کرده که آقای خامنه‌ای اومده بود پیش من، گفته بود رفتم از آقا دستخط گرفتم برای کمونیستا، هم قرار نبود که مثلا کمونیستا رو بکشن، مربوط به سال 67 قرار بود فقط مجاهدین رو بکشن، ولی رفتم از آقا دستخط گرفتم. یعنی این راضی کردن آقا برای دادن دستخط یه مکانیزم است در درون بیت ها و در بیت خامنه‌ای که بیت حکومتی است خیلی بزرگه، خیلی باسیسه، گنده‌ای داره و در اونجا دست بالا رو به نظر من امنیتی‌ها دارن. یعنی هرچی حکومت منجمدتر و پوسیده‌تر میشه، در همه جای دنیا اینطوریه، امنیتی‌ها دست بالا رو پیدا می‌کنن. بنابراین تنها نهادی است
هیچ کس نمیتونه بپرسه چرا این کار کردی. یعنی بازجو برای قاضی گردش کار می‌نویسه میذاره دستش. بارها قاضی هم گفتن آقا بازجو این حکم داده. ما اواخر زبان شام اینطوری بود، حکم ما رو بازجوها میدادن، قاضی ها که نمیدادن. و این دستگاه ساواک بود که مقتدر بود. الان اطلاعات سپاه همه کاره این مملکته و یک پرسنل عظیمی رو زیر نظر داره. و آقای مهاجری، بسی مهاجری میگه من رفتم پیش رفسنجانی باش صحبت کردم، اون وقت که مقام ارشد مملکت بود، به من گفت تو این اتاق نه، بریم اون یکی اتاق. این اتاق شنود گذاشتن توش. خب شما نگاه بکنید، من نمیدونم حتی بیت خامنه ای امنیتی داره، دست امنیتی ها معلوم نیست داشته باشه. بنابراین همچه ساختاری که درش این سازمان خفیه امنیتی ها همه کاره شدن، اونجا در بیت هم اینها میرن تصمیم سازی میکنن و به خامنه ای اعتماد و امید میدن که آقا بکوب، همینطوری بریم جلو، میرسیم با ملغرهای اسلام، میرسیم به همون تحریک تو در گام دوم انقلاب گفتی، ایران بزرگ نمیتونم اسلامی. خب و این توهمات درش دامن میزنن. یه پیرمرد 81 ساله است که به هر حال در توهم زندگی میکنه الان، و نتیجه این توهمات هم این است که یک کشوری سرنوشتش بازی گرفته میشه. بنابراین اون سناریوهایی که پیشنهادی کرده بودم الان متحقق شده، خامنه ای تصمیم گرفته بزنه به سیم آخر. بله خیلی ممنون. بله شما در اون اشاره نگفت، خیلی خوب بود که این سناریوها چگونه است. یعنی دو سناریو رو به صورت وارونه حتی تر کرده بودین که اگر اینجوریست پس اینطوریست، و به نظر میاد که خامنه‌ای به نتیجه. این مهم بود که آیا خامنه‌ای، اگر شما یه مشاور عاقلی داشتی میگفتی آیا خامنه‌ای الان بهترین موقع است که شما با مردم از در آشتی در بیایید و بگذارید حداقل علی لاریجانی بیاد و بگذارید که اصولگرای میانه یه پلی بشن برای که حداقل مسائل سیاست خارجی حل شه. ولی خب اون درست برعکس عمل کرد، رفت پای این که همه پلها رو خراب کنه. خامنه ای با این تصمیمش همه پلها رو بین خودش، اصلاح طلبا و مردم خراب کرد و راهی برای آشتی باقی نگذاشت. و از این به بعد سیاست باید بر این پایه طراحی بشه، بر این شکاف عظیم بین مردم و حکومت چگونه می شود ایران رو نجات داد. اجازه بدید آقای پورمندی بریم به سراغ آقای علوی که میخوام پرسش رو مطرح کنیم در این زمینه. آقای علوی ببینین، با تمام اینکه چرا، حالا به چراهای آوردن ابراهیم رئیسی آقای پورمندی اشاره کردن و اگر نکته خاصی هست شما هم اشاره بفرمایید، ولی داستان ابراهیم رئیسی است و آینده رهبری و آینده این کشور. یعنی شما اگر، من هنوز به این باور هستم که در این سناریویی که آقای پورمندی ترسیم کرده این استش که آیا آقای خامنه‌ای با این خط موافقه که ابراهیم رئیسی رو در خط رئیس جمهور بتواند قربانی رهبری آینده بکنه و رهبری آینده اون چیزی بشه که خودش میخواد، و یا پیشگیری بکنه از این که مجتبی شبیه احمد خمینی بشه یا چه چیزی. شما در این قضیه چه مسئله ای رو میبینید؟ یعنی این آینده رهبری و ریاست جمهوری آیا به هم گره خورده، گره مثبت خورده یا گره منفی از نگاه آقای خامنه ای؟ بله در این مورد من دو سناریو میتونم خدمتون بگم، ولی قبل از اینکه دو سناریو رو بگم یکی دو نکته رو اشاره بکنم. یکی این که کلن تیم نظام امنیتی، این تیم پیرامون رهبر، پیرامون بیت و با هدایت و پشتیبانی بیت کارش جلو میبره. یعنی تصور نکنیم که اینا رهبر رو دور زدن و سر خود کارهایی رو انجام میدن. به عبارت دیگه مجموعه بیت و مجموعه تیم نظام امنیتی اینها با همدیگه همسو هستند و همراه هستند. نکته دوم، دیکتاتورهای پیر بخصوص در خاورمیانه خیلی سریع به توهم دچار میشن و نگاهشون کوتاه مدت میشه و به افکار عمومی اهمیتی نمیدن. آقای علی خامنه ای جزء آن دیکتاتورهای پیر هست که در روزهای آخر زندگیش به توهم و به خرفتی و به پخمه‌ای دچار شده. البته از اون جایی که در ایران پخمه سالاری
چیره شده، بنابراین ایشون میتونه رهبر مناسبی برای پخمگان این کشور باشه. و نکته سوم این که توجه بکنیم که بدون تردید مخاطبین این برنامه به احتمال بسیار زیاد بخش اعظمشون در انتخابات شرکت نمی کنن و اونا هم همصدا با من و با آقای پورمندی و با آقای گوهرزاد میگن رای بی رای. اما ما باید تلاش بکنیم که این رای بی رای رو به یک جنبش ملی تبدیل کنیم، همونطوری که خیزش 88 به یک جنبش تبدیل شد، همونطوری که آبان 98 به یک جنبش تبدیل شد. ما باید تلاش بکنیم که در دوران پسا انتخابات این حرکت رو و این جنبش رای بی رای رو یک جنبش ملی تبدیل بکنیم. چرا؟ به خاطری که من بیاد ندارم که در درازای 42 سال اخیر هرگز در هیچ کارزاری بدین گونه با این وسعت، با این گستردگی، همبستگی در بین مردم، در بین نیروهای اپوزیسیون از هر تیپی، از مجاهدین بگیر تا مشروط خواهان، از نیروهای چپ بگیرید تا جمهوری خواهان، از مردم عادی بگیرید تا مردم کوچه و بازار ایران، هرگز من سراغ ندارم که این چنین همبستگی در مسئله رای بی رای باشه. ولی در مورد دو سناریویی که من فکر میکنم که وجود داره، یکی از این سناریوها اینه که ممکنه در بیت این مسئله مطرح بشه که باید زمینه و بستر رو برای رهبر شدن آقای مجتبی فراهم بشه. بنابراین چه در بین نظامیان، چه در بین روحانیان و چه در بین سیاست ورزان، در حال حاضر بحث بر سر دو نفره: یک، سید ابراهیم رئیسی، دو، مجتبی خامنه‌ای. بنابراین اگر ما تصور بکنیم توی سناریو اول، اگر تصور بکنیم، بپنداریم که این دو نفر رقیب هم دیگه هستند و هدف بد این است که رئیسی رو از بین ببره، منفور بکنه، بسیار ساده است. چرا؟ به خاطری که رئیسی وقتی به کار اجرایی کشیده بشه با سرعت همچون حسن روحانی منفور میشه. چرا؟ به خاطری که ما دیدیم چهره‌ای که امروز در مقایسه با سال 92 از روحانی هست، یک چهره بسیار متقلب، دروغگو و منفوری در بین ایرانیان هستش و بسیاری از ایرانیان تصور میکنن که عامل زندگی نکبتباری که دارن شخص حسن روحانی و دولت روحانی. بنابراین به این وسیله اینا موفق میشن که رئیسی توی کار اجرایی منفور ایرانیان، روحانیون و حتی سرداران سپاه و غیره و غیره بشه. اما یک به اصطلاح سناریوی دومی هم وجود داره. در سناریوی دوم مسئله میتونه بدین گونه باشه که قصد باشه که رئیسی رهبر بشه. چرا؟ به خاطر که رئیسی کارنامه بسیار درخشانی برای جمهوری، برای حکومت اسلامی داره. یعنی از زمانی که این آقا 19 ساله بود تا کنون ارادت و بردگی خودش رو به ولایت نشون داده، جزو کسانی بودش که چگونه از 19 سالگی به عنوان قاضی و دادستان آغاز کرد، کشتار 60 و بقیه سناریو و قصه‌هایی که هموطنان آگاه هستند. خب توی این سناریو ناگزیر هستند که سریع برجامو به انجام برسانند که بتونه یک شکوفایی در اقتصاد ایران پیدا بشه، یک گشایشی در سفره‌های مردم آشکار بشه و اون موقع تمام اینا رو به پای رئیسی بذارن، همون مسیری که علی خامنه‌ای طی کرد، همون مسیری که علی خامنه‌ای 8 سال رئیس جمهور بود و پس از اتمام دوره ریاست جمهوریش رهبر شد، همین روند رو سید ابراهیم رئیسی طی کنه. سید ابراهیم رئیسی چهره‌ای هستش که وقتی که آقای بهشتی می‌خواست 70 نفر از طلبه‌های مطیع اوامر خمینی رو راهی امور قضایی بکنه، اینها رو با سرعت آموزششون داد و با سرعت راهی شهرهای مختلف ایران کرد. خود سید ابراهیم رئیسی مدتی تو همدان بود، تو کرج بود و بر حال حتی گفته میشه تو اون هیئت مرگ این رهبری برنامه ها رو داشت و کسی بودش که خشونت رو
از اون سه نفر دیگه بیشتر اعمال میکرد. و در واقع زمانی هم که واعظ طبرسی که در مشهد بود و از هم سویان و هم اندیشان هاشمی رفسنجانی بود فوت کرد، فرصتی بود برای علی خامنه ای که شرایط مشهد رو یک دست بکنه. چرا؟ به خاطر که یک تفاوت بین سیاست خمینی و خامنه ای وجود داشت. خمینی تلاش میکرد که بالانس رو در قدرت در بین بالایا به وجود بیاره، یعنی ای که به جریانات خط امامی مقدار قدرت میداد، به جریانات چپ، به جریانات راست و غیره و غیره. آقای علی خامنه ای کارو نمیکنه، چون معتقد به بالانس قدرت نیست. معتقد بینی که هر کسی به زعامت اون نزدیکتره و به ولایت اون نزدیکتره، این میتونه مقام بالاتر داشته باشه. به این علت بودش که فوری پدرزن آقای سید ابراهیم رئیسی رو راهی مشهد کرد و پشتبندش هم این آقا شد نایب تولیه آستان قدس رضوی که مقام بسیار بسیار بالایی در حکومت اسلامی است و بعدن هم ریاست قوه قضاییه و غیره. بنابراین اگر ما اینو بپذیریم که در اون سالهایی که رئیسی متوجه سمت و سوی قدرت شد و پس از انتخاب خامنه‌ای به رهبری و تشکیل کلاس‌های درس خارجی فقهش در سال 1370 که زمینی سازی برای اعلام مرجعیت خامنه‌ای بود، اون رفت و در کلاس‌ها مثل صادق لاریجانی، مثل محمود علوی، مثل احمد خاتمی و غیره و غیره شرکت کرد که مورد اعتماد ویژه خامنه‌ای قرار بگیره. بله. بنابراین درست این نقش رو آقای سید ابراهیم رئیسی بازی کرده و اگر ما در مورد سناریوی دوم بریم جلو، شاید همون چیزی باشه که هدف نظام این است که رهبر آینده سید ابراهیم رئیسی باشه. بسیار خوب. خب حالا ما همش چند دقیقه بیشتر تا پایان برنامه نداریم و برای همین یک پرسش رو مطرح میکنم از آقای احمد فورمندی گرامی و بی تردید اگر زمان داشتیم از آقای علوی هم همین رو خواهیم پرسید. آقای فورمندی، شما به چه باید کرده فردای انتخابات دارین اشاره میکنین که این به درستی مشخصه که خب حالا رئیسی میآید و به جای من یک کارتونی تهیه کرده بودن که هفت نفر رو نشون میده ولی هر هفت نفر رئیسی هستن، یعنی میخواد دیدم که در نوشته بود که هفت کاندیدای ریاست جمهوری هر هفت نفر رو رئیسی رو گشت، به هر حال رئیسی میاد و شما به فردای انتخابات دارین اشاره میکنین. من یه نکته هم اشاره میکنم افزون بر اون و شما فردای انتخابات رو پیش ببرین و اون هستش که در چند ماه آینده نشست سازمان ملل خواهد بود. در یکی از این بحث‌ها این هستش که آقای رئیسی که قتل و کشتار پرونده 5000 نفری دست کم در دستش هست، چگونه در ماه سپتامبر میتونه در سازمان ملل در آمریکا بیاد و سخنرانی بکنه در این شرایط. خیلی کار کنشگران حقوق بشر رو سخت میکنه که بروم به این سو که ورود ایشون رو به یه نوعی ممنوع بکنن یا اگر وارد شد چه باید کرد. ولی شما اون چه باید کردی که مورد نظرتون بود از فردای انتخابات که در یک صحنه بزرگتر در شرایط ایران برگزار میشه رو در خدمت شما هست. ببینید، اون تضاد درون حکومت به هر حال به نظر من تشدید خواهد شد و شاید در اون مرکز اصلی حکومت، نه اون بخش به اصطلاح اصولگرایان معتدل و افراطیون، بلکه در درون افراطیون شاید بر سر نبرد جانشینی بین مشتبه و رئیسی یک تضاد بسیار حادی شکل بگیره. زمینه هاشو من میبینم ولی هنوز عناصر زیادیش باید مورد بررسی قرار بگیره تا ببینیم این نظریه درست است یا نه. ولی در اینکه در بخش اقتدارگرا هم تضاد اوج خواهد گرفت من تردیدی ندارم. ولی اون چیزی که مربوط به آینده میشه، به نظر من یک جریان بزرگ مربوط به آینده جریان اصلاح طلب هست که خب این جریان هم متأثر از اون شکاف بزرگی که بین حکومت و مردم به وجود اومده و برخورد خصمانه حکومت با مردم که این تضاد رو تشدید کرده بازتاب داشته در درون اصلاح طلبان. در همین دوره انتخابات ما این تضاد رو دیدیم که اصلاح طلبان خط خودشون از همدیگه کاملا سوا کردن. جریانی مثل کارگزاران سازندگی گفت ما تحت هر شرایطی زیر چتر قانون اساسی حرکت میکنیم و نه تنها قانون اساسی بلکه منویات آقای خامنه‌ای.
گفت اگر آقای خامنه‌ای این یا اون رو نخواد ما همونو میکنیم که اون میخواد. تا این حد خودشون رو مطیع رهبر تعریف کردن، جریان دیگه در میانه وایستادن و جریان رادیکالی از درون جنبش اصلاح طلبی سر بلند کرده که پیوسته به جریان جمهوری خواهی و خواستار تغییر قانون اساسی است. به نظر من ببینید اصلاح طلبی خودش رو با سه تا طلسم اسیر کرده بود. طلسم اول انقلاب بهمن، انقلاب و انقلاب اسلامی است. شما وقتی به انقلاب متوسل میشید خودتون در واقع بر سر شاخ نشستید و بن اصلاح طلبی رو میبرید. نمیتونید بگید من اصلاح طلبم اما مشروعیتم از انقلاب میگیرم. این تناقض شما رو در پیشگاه مردم تضعیف خواهد کرد. وقتی هم میگین انقلاب اسلامی بشه این تضعیف دو برابر خواهد شد. نکته دوم میراث آیت الله خمینی است. اصلاح طلبا تا حالا نتونستن از این میراث دل بکنن و تصفیه حساب کنن با این میراث. میراث خمینی یعنی شروع جنگ، یعنی 8 سال ادامه جنگ. میراث خمینی یعنی گروگانگیری و به خاک سیاه نشوندن این کشور. میراث خمینی یعنی کشتار 67. از این میراث نمیشه دفاع کرد. آقای میرحسین موسوی که گفت دوران طلایی امام ضربه کاری به حیثیت خودش زد. و اصلاح طلبان اگر میخوان اصلاح طلب به مفهوم رفرمیست، به مفهوم کسی که میخواد دائما جامعه رو تغییر بده و به جلو ببره بمونن یا باشن، باید با این میراث تصفیه حساب بکنن. مسئله سوم که از هر دو اینا مهمتر از قانون اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مشروعیت خودش از آسمان میگیره و اون رو به یک عده ملای کمسواد و عقب مونده میده تا ابد و ازل بر سرنوشت مردم حاکم باشن، این قانون اساسی عصر حجر هست. این قانون اساسی به لحاظ تقویمی هم اعتبار نداره. امروز کمتر از 10% از باشندگان این سرزمین اساسا در موردش اظهار نظر کردن. به لحاظ جمعیت شناسی هم از اعتبار افتاده. هیچ جنبه مثبتی در این قانون اساسی نیست. نظر به این که فصل 3 و فصل 7 و 5 و این هم که یک مقدار حقوق مردم رو میگه در چارچوب تعادل قوای فعلی به هیچ وجه قابل تحقق نیست. بنابراین اصلاح طلبی اگر بخواد از این حالت عقیم در بیاد و به یک جریان سالم و نیرومند در جامعه تبدیل بشه و اون سرمایه اشتباهی رو که در جریان اشتباهات خودش برباد داد دوباره بازسازی بکنه، باید از این سه تا طلسم خودش رو رها بکنه. ما جمهوری خواهان بهترین فرصت الان برای حضور در صحنه داریم. ما نظراتی رو در سال 2003 تدوین کردیم، منشوری رو دادیم، شما امضا کردید، آقای علوی امضا کرد، خیلی از ما امضا کردیم و امروز بعد از 18 سال 2003 تقریبا میشه 17 سال تمام احکامش صحت خودش رو اثبات کرده، نشون داده که راه درست مردم ایران راه منشور جمهوری خواهی بوده و این جریان جمهوری خواه فقط یک اسم نیست، یک کلمه نیست، یک مجموعه است، یک نظام اندیشه است، یک نظام فکری است، یک بنیانهای ارزشی است و این مجموعه به نظر من امروز بیشترین شانس رو داره که در جامعه ایران مطرح بشه و اون طرحی که بر اساس همین منشور جبهه ملی ایران داده، یعنی تشکیل مجلس مؤسسان در جریان یک انتخابات آزاد که به وسیله یک هیئتی که مورد قبول همه هست نظارت میشه، یعنی تعلیق بخشی از قانون اساسی و تشکیل مجلس مؤسسان، انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان، به نظر من شعاری است که جمهوری خواهان اونو بایستی با تمام وزنشون رو کله اصلاح طلبان بکوبن و اونها رو قادر متقاعد بکنن که اگر نیروی آینده هستن باید به این جنبش بپیوندن و بدون لکنت زبان از جمهوری خواهی بدون یک کلمه کم یا زیاد دفاع بکنن تا جنبش جمهوری خواهی بتونه به عنوان بدیل جمهوری اسلامی، به عنوان بدیل مسالمت جو، خشونت پرهیز، ملی و حافظ تمامیت ارضی و استقلال این کشور، حافظ منافع مردم ایران سر بلند بکنه و ایران رو از فروپاشی نجات بده. سپاسگزارم جناب پورمندی، بسیار دقیق فرمودین. اجازه بدین که در این چند دقیقه باقی مانده برنامه آقای علوی هم جمع‌بندی و یا فردای انتخابات خودشون رو برای ما بیان کنن، برای اینکه تمام این روزها بحث در سر این بود که چه کسی کاندید میشود. به راستی شورای نگهبان برگ نهایی خودش رو، یا بهتر است بگوییم که جوکر بازی خودش رو گذاشت
و بازی شطرنج سیاسی رو ترک کرد و به سوی کارت بازی کرد و به آخر کارت خودش رو گذاشته در اینجا. و کسی میگوید که حالا آقای پورمندی به طنز گفتن که کم سواد و بد سابقه، من به راحتی میگویم که کشدارگر، یعنی یه زمانی میگفتن میزان رأی ملت است، به نظر الان میزان قتل و عام ملت شده و به اونم به دست آقای رئیسی. در خدمت شما هستیم آقای علوی گرامی برای بخش پایانی گفتارتون، بفرمایید. آقای پورمندی درست میگه، یعنی در واقع هیچ راهی برای ایرانیان باقی نمیمونه به جز اینکه به جمهوریت رو بیارن. اگر آقای رضا پهلوی 30 سال پیش به دموکراسی باورمند شد، جای بسی خوشبختی هستش که ایشون و همراهان ایشون در ماهای اخیر پی بردن به جمهوری خواهی و جمهوری خواه شدن. در واقع این مسیر هستش که بسیاری از وطن خواهان، ملی گرایان بهش گرایش پیدا میکنن زود یا دیر. توجه کنید هموطنان که واقعا مسئله انتخابات برای ولایت یعنی بیعت کردن. اگر در انتخابات شرکت بکنید تصور نکنید قربانی شدید. اگر در انتخابات شرکت کنید قربانی نیستید، بلکه همراه و همدست تبهکاری همچون ابراهیم رئیسی هستید و اون موقع هستش که در واقع مسئله عوض میشه، بخصوص شرایط کنونی که ایرانیان بدین گونه تحت فشار سیاسی و اقتصادی و معیشتی و فرهنگی قرار دارند. انتخابات در حال حاضر درست مثل انتخابات سال 1360 داره انجام میشه. یعنی به خاطر دارم که در مهر 1360 وقتی علی خامنه ای در دور اول انتخاب شد، یک رقیب دیگه ای داشت که اون رقیب اومده بود و میگفتش که منم با آقای علی خامنه ای رأی میدم. در انتخابات 4 سال پس از این 4 تا رقیب داشت و رقبا هم تجلیل میکردن، تمجید میکردن از آقای خامنه ای و میگفتن ما به خامنه ای رأی میدهیم. آقای صدام حسین هم با 99% رأی رئیس جمهور میشد و ریاست خودش رو تمدید و تکرار میکرد و اونم اتفاقا رقیب شمین رو میگفت. همین دیروز در سوریه 18 میلیون نفری که به اصطلاح میتوانستن رای بدن، 14 میلیون نفر شرکت کردن و 13 میلیون خورده، یعنی حدود 96% به بشار اسد رای دادن. انتخابات در یک چنین کشورهای اقتدارگرایانه یک به اصطلاح قدرت دادن به اون فرد دیکتاتور هستش و به گونه ای حرکت میکنه که بر علیه مردم هست. از نقطه نظر جمهوری اسلامی هم فرصتی هستش که مشروعیت خودش رو به نمایش بذاره و در مجامع بین الملل بلندگو رو بلند کنه و بگه که این تعداد درصد به ما رأی دادن، پس ما مشروعیت داریم و ما مردم ما رو میخواهند. بنابراین هوشیار باشیم و بدانیم که رأیی که هر ایرانی بده در واقع به گونه‌ای همسویی با جنایت تبهکاران جمهوری اسلامی است. سپاسگزارم جناب رضا علوی گرامی، آقای احمد پورمندی عزیز و از اینکه امروز برنامه دیگه ما مشکلی نداشتیم که کدام یک از کاندیداها خواهند اومد و به قدرت میرسند. به اینجا رسیدیم که این کاندیدا انتصاب شده و حکم انتصابیش رو هم گرفته و قرار است که به چه باید کردهای آینده پرداختیم. از هر دوی دوستان سپاسگزاری میکنم. من با شما ممنونم از آقای علوی عزیزم. سپاسگزارم و بسیار خوشنود شدم با همسخنی با آقای پورمندی. سپاسگزار از هر دوی شما که این فرصت رو به من دادید که در خدمت شما باشم. خب بینندگان گرامی، به پایان برنامه میرسیم. اون که میگیم رأی نمیدهم نمادین هست، سمبولیک هست و نشان میدیم که ما با این حکومت همپیمان نیستیم و به رئیس جمهور آینده این حکومت رئیس جمهور مردم ما نیست، کما اینکه حکومت جمهوری اسلامی این روزها نماینده
مردم ایران نیست. در سازمان ملل در ماه سپتامبر رئیس جمهوری ایران که بی تردید حالا آقای رئیسی ممکنه باشه و یا نماینده اون ممکن است سبب حراس از گرفتاری هایی که ممکنه پیش بیاد معاونش رو بفرستن یا کسی دیگر رو بفرستن. ولی مسئله این است، ما به جمهوری اسلامی میگوییم نه. روز روزگارتون خوش، با امید روزهای آزادی برای مردم ایران و صلح برای مردم جهان.